سلام برسم وطن های عزیز، خدا کنک جور و سلامت سر حال باشین. به برنامه اشکال افغان خوش آمدین. امروز یک برنامه کاملا ویژه داریم. در کنار ما مهمان عزیز ما، کسی که سالها زحمت کشیده و امروز برای شما تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که خوشتان به ای که داستان چی هست و چی رقم ما آغاز میکنیم، برنامه سر چی هست میربانی کنیم. یعنی داستان چی؟ همین داستانه که داستان پیش آمده سرمز یا سرمز نه سردگه کس از توی یک سلام تقدیم که بازگرد سلام درامات خدا تقدیم میکنم. خدا کنه که همه گیتان جور و تیار سیادمند باشین و از کارهای ما، از فعالیتهای ما لذت برده باشین و دیده باشین، خوشتان آمده باشه. و بمی مرتبه یک کیزک بود که مردم زیاد خوشش آمده بود. چی بود؟ بله بله، دوال ما خود ما ایران مانده بودیم. بله. خب میریم آغاز کنیم. بخیر. ما آغاز باید بکنیم. خب هموطنان عزیز، قصه از اینجا شروع میشه که ما رفتیم به ولایت زیبای بامیان و چند روز در مغارا کمک رسانی کردیم. بعد از او مثلا بر 200 خانواده دستجمی کمک کردیم، بعد از سروی دقیق و بالاخره یکی از همکارای ما که استاد سخی نام داره، سید سخی آقا، که اونا در اونجا زندگی میکنن و اون جایا را بلد هستن، نه؟ ما را گفتن که اینجا یک شهرک ماجرین است و اینجا ماجرین زندگی میکنن، البته از طرف دولت برشان یک شهرک جور شده، بیاین برین اگر اونجا در یک خانه که زندگی کنه که بر از وام کمک رسانی کنیم. پس های میدان و تای میدان ما کجا رفتیم؟ ما رفتیم دیگه وسایل گرفتیم به نام شهرک. بله ها، یک شهرک هست دیگه، باید کل چیز آماده باشه تا تصویرهای خوب خوب بگیریم. بله. ببینیم که چی رقم یک شهرک هست. وقتی سولار رسیدیم، سولار داره نداره، برق داره نداره، شاور داره نداره، پارک داره نداره. ما دیگه در این فکر بودیم، ما گفتیم شهرک که اینجا عربا ساختن، نه در این طرف میدان هوایی چی میگه؟ شهرک ابوظبی میگه، شهرک عربا میگه، چی میگه؟ چیزی هست همون تو عربا ساخته. یا شهرک آریا فکر کردیم دیگه. ما در ذهن خود گفتیم که تصویرهای بسیار بالا بالا باید از سر از همون شش منزل هفت منزل بگیریم. خب میریم پیش دیگه، حالا در سرک هستیم. شهرک بود دیگه. حالا نه دوستا تصویر هم میبینن ما در سرک روان هستیم. نه کجا رفتیم؟ در شهرک، فعلا در شهرک هستیم. خب فعلا اینا نزدیک شدیم. شما هم شهرک خودتان تصویرش که میبینین، این همی شش هفت بلند منزل گلی را که شما میبینین خود شهرک است. قبل از اینکه ما داخل شهرک شویم و با کس سر خوردیم که در کنار سرک بود و ما برش گفتیم که در اینجا کیا زندگی میکنن، همی شخص گفت که من زندگی میکنم، یک همسایه دیگه دارم با دیگه کسا زندگی نمیکنه به خاطر که مسئولیت هایی که برای خانواده باشه اینجا فراهم نیست. خب بالاخره که از این سر خوردیم و رفتیم که داخل خانه شه ببینیم وضعیت زندگی شه که آیا مستحق هست یا نیست. ای که داخل شدیم چی گپ شد؟ داخل که رفتیم دیدیم که بیخی یک چیز از ما خواهم و کامره و کل چیزا را دوستا دیدیم، معذرت هم میخواهم که هر چیز از پیش ما رفته بوده. بله. چون هیجان شدم، یک چیز بیخی نو بود. اقا کردم که همون کامره را گرفته بودم که وقت فهمیدم که یکی از او کی از ایران موندم که موضوع چی از اصلا خود ما نیم ساعت و یک ساعت واره خود موضوع را خود ما نفهمیده بودیم. بله. که چی رقم است؟ چون هر چیز میگفت از این ما کار نمیکرد. بلکل بلکل. گیت شده بودیم. گیت شده بود کلم کارهای ما، کسای پشت صحنه بود. تصویر بردار دیگه ما مظلوم صاحبم وام گیت شده بود و همچنان آقای وطن دوست. و بالاخره زمانی که داخل خانه شدیم و دو تا طفلک دیدیم، همراه یک دختر جوان نی که نامش هم بعدا باز فهمیدیم چی است که خودش بر ما نوشته کرد و ما با مشوخی گفتیم که نمیفهمم تصویر دوستا دیدن یا در پشت صحنه است. با جمع تصویرهای دیگه ای که داریم ما با شوخی گفتیم کجاست ننه اولادا و این مرد گفت که این امین ننه اولادا است و این هم دو تا طفل ما. حالی چیت میشه؟ زنم میشه سر خانم تا است. این هم دو تا طفل. و بعد از این تمام ما شوک زده شدیم و اول خوب فکر کردیم که دختر از این است و بعد از این که فهمیدیم که مثلا ای خانم ازی است و زمانی که با این دخترک صحبت کردیم
که از لحاظ روانی یکم مشکل داره. بعد از او بازی ها ما را شاندن و گاه استاده و گاه شانده همی داستان را قصه کردن. دیگه داستان از این میشه تا وقتی که تو گفتی میشه که چید میشه یا کی هست نه یعنی بله بله مادر اولادا کجاست او اشاره کرد مگرم هم گوشکی در گوش ما بود دید ما امور هم که از بسته که زیادگیت شده بودم که چی رقم زندگی دختر با ایساوی ایجا در این رقم یک مغاره سرش خوب بود دیگر بله بله در او وقتی که ما رفتیم مغاره سرش خوب بود باز من صدا کردم امو جز پشت کمره صدا کردم که امی خانم ای چیش میشه که گفت خانم ما میشه دیگر بیخی امو وضعیت یک رقم خراب شد و دوستان دیدن دیگه کل چون تصویرها را دیدیم که چقدر وضعیت ای که ما الان دیدیم ما بودیم بلکل چقدر درد کردیم چقدر واسوخ شدیم که چی رقم وضعیت از چی رقم شده خب پیش میریم دوستان شروع میکنیم وقتی که گفت خانم ما صحبت از این همراه دخترک صحبت کردیم که دخترک بسیار از لحاظ منطقی هوشیار دانا زیرک درس خوان که با دوستان تصویرهایش هم دیدن که رسامی های نقاشی های خوب کرده بود و همچنان سوره را خوب میخوان و در پالیش اسم خدا یا نام خدا که تخلص خود بر ما نوشته کرد و بعد از اینکه ما پرسان کردم از این دختره که این طفلک ها چیت میشه گفت این بچه ایم است و این دیگه هم دخترم است و بعد از یک مکسی که ما داشتیم باز پرسان کردم که مرد چیت میشه گفت که شوهرم است. دیگه همینجا برای ما بسیار تکان دهنده بود و باز پیش میریم داستانه دوستان تصویر ببینن این چیت میشه؟ این پسر ما میشه. او چیت میشه؟ دختر ما. خواه چند ماه شده؟ سه ماه. سه ماه این چیت میشه؟ شهرم دیدم یک چیز دیگر هم آدمی خود تصویری که میورداشتم میدیدم این همی بود که همی دختر اگر تکلیف هم داره چطور قطیزات از این نیزی میمونه که وقت تکلیف ذهنی داره یا روان خراب است چیزایی که این میگفت از سابق که چیزی را دیده بود کلش در ذهنش بود یعنی یک زندگی مرفعی که داشته کلش در ذهنش بود در یادش بود مثلا میگفت که یخچال باشه و ماشین لباسشویی باشه و دیگه من تو باشه و مطمی باشه او باشه و اینه تو چیزها را باید من پخته کنم و خانه مینه تو یک چیز باشه واقعا انت فکر میکنی که یا در خانه پدر که بودم تو یک زندگی کرده یا این که کاک عبدالله گفت که ما یک زندگی نسبتا خوب داشتم در ایران یا در ایران و شاید او دوره تر یک چیز بوده باشه اما حقیقت موضوع تا فعلا هم بر ما روشن نیست و دوستا تقاضا کردن که شما این برنامه را ادامه بتین ما فقط حاضر شدیم به این کمی داستان قصه کنیم و بعد از اینکه داستان قصه میکنیم از شما نظر میگیریم شما در قالب صدا یا ویدیو بر ما بگوین که ما می دخترک بیاریم با شوهرش به کابل به خاطر تداوی در اینجا اگر دکتر صاحب موفق شدن که تداوی میشه و حالت رویش خوب میشه اینجا ادامه بدیم اگر خارج از کشور بود چون فعلا تمام مردم عزیز ما که کومنت ها خوب به حساب و به شما راست کلگی دسترسی داره و وایس های صداهایی که برای ما شما آمده از کشورهای مختلف خانم های عزیز پدرهای عزیز از هر کشور برای ما درد دل کردن پیام کردن اونو را ما میخواییم در برنامه آینده نشر کنیم نظریات از وام قابل قدر است و از شما که در قالب ویدیو و صدا بر ما یک چیز روان کنن ما را نظر بتن که ما یا او را بیاریم در کابل نبیاریم چینا و کمک بایشان صورت بگیره چون شوهرش خواست شمی بود اگر دوستا ویدیو را دیده باشن میگفت که دولت همی جای در نام مکنه همی جایی که هست در جای بود نه دیگر جای بود دیگر تا جایی که ما خود ما گیج ماندیم همی امروز که آمدیم شیشتیم و صحبت کردیم از این موضوع و از این فامیل این بخاطر ازی که ما را همکاری کنیم بله ما چی کنیم و بعدنش چی شود تا به کجای خانم را برسانیم
همش مربوط شما میشه. بالکل. که شما باید ما رو نظر بدین که ما اینا چی رقم کنیم، چون اگر شما گیج هستی اما تو مام گیج مونده. ما نزدیک ما دیدیم بیخی گیج مونده. بالکل بالکل. که چی رقم موضوع بوده و چی رقم گپ بوده. دیگه با خدا معلوم دیگه. با خدا معلوم است. خب بازم دوستو اگر خواسته باشه ما بازم میریم میبینیم و پرسان میکنیم بعضی سوالای دوستو را که جواب بده مو شخص بده باید از بله. چون دختر خیلی مظلوم بود بله. و خیلی یک دختر فامیدان بود اگر بله. تا در یک جای اگر متوجه شده باشی گفت در از سالگی ای حالت سرش آمده, سرش آمده. بله. و صحبتی که میکنم مثلا ماشین کالاشی تلویزیون باشه یک زندگی مدرن قصه میکنم بله. او در سالگی در ذهن خودمونه میمونه که 7 سال قبل ما چی کردیم چی میگادین ما در خانه خود شاور نداریم که تمام کنه او که چیزای مدرن اونجا قصه میکرد و ما اونجا در چشمای خود در ذهن و تصویر میکردم کی جای از الکو با این گپ زدن دی دختر خانم از الکو دوست عزیز یک شوخی هم کنم همون جا وطن دوست های گفت ولی اگه می خانم ما همه قزلی خرم بابا که بعدا این دخترک می خواهم زمان که در مورد تشناب رفتیم گفت یک ساکت باشه و یک ماشین لباسشویی باشه دوره بتانیم لباس شستشو کنیم. خب پیش میریم داستان قصد شد و صحبت شد و آقا عبدالله همو نکاخت چند بار تکرار کرد که اینی سنداز ما گفتم باشه و باز گفتی سنداز گفتم باشه چون ما گیت شده بودیم. بعد از او که او به ما مربوط هم نمیشه که چی گونه یا نکاخ کردن جور کردن اصلیز بدل از او بر ما مربوط. ما من حیث کسی که در رسانه کار کردیم و رکن چهارم یک حکومت یک دولت رسانه تشکیل میده ما من حیث یک هموطن من حیث کسی که به کمک رسانی رفته بودیم فقط رفتیم و همین داستان بر شما دنبالدار پیشکش کردیم و نظریات دوستا ما می بود که برنامه را تعقیب کنن سالگری از ایره بگیرن و ایره ببرن به شبخانه و اگر در کابل شو و یک جای برش بگیرن یا گرو یا کرایی تا یک از او زندان این خلاص شود. یگانه چیزی که اونجا ما خودمون با چشم سر دیدیم شاید در تصویر در رنگ معلوم نشه زمان که ما شما دوکان بردیم سودا گرفت دوباره که برگشت فکر میکردی که در چهره از این یک کم سرخی دیده میشه کامل تغییر کرد. یعنی همون دوکان اگر فکر تو باچه تو مصروف کتش بودی نه؟ بله بله. ما وقتی میدیدم صحبتاش تلکو خیلی دیگه رقم شده آدمانه شده وقتی گپ میزنه که دوکاندار دیگه یک چیز اگر میگیره پرسان میکنه که این قیمتش چند است یا اجازه است اجازه است یا امو چیزایی را که جمع میکنه سر تو کاکا صدا میکرد نه که این در پلاستیک یا در این پرتو اونو جا بیخی یک رقم شد دمی چند ثانیه که ذهنیت ازی فکر کن که خیلی تغییر کرد دمو که جایی که ما یعنی چهار قدم در او دشت ما ایره بردیم او دشت بود البته یک دوکانک بود او جا فاصله هم نداشت یک ست متر از خانش دورتر یک دوکان هم بود این کاران هم که ما کردیم کار ما اونمو کاره از که مسئولیتش شما در گردن ما انداختین پیش مردم بشر دوستی مقصد ما این است که ما با بشر کار کنیم و هم با کمک های شما بلکم. ما از این لحاظ اوجه رفتیم نه خبر بودیم که اینجا چی هست چی نیست چون هر فامیلی را که ما میبینیم تب تلاش میکنیم که کیها مستحق هستند که همو امانت شما در جای بخوره که هم ثوابش با شما برسه هم با ما برسه و پرسان هم که ما میکنیم به خاطر از این که دقیق شویم بعضی کسا هست که مثلا تا دقیق 90 هم ما شما تعقیبش کردیم زمانی که مثلا یک دروغ گفته از اونجا از پیش خدافیزی گرفتیم شاید چندین برنامهش پیش ما و شما سیف باشه که ما رفتیم به خاطر کمکش بعد از اینکه داخل خانه شدیم وضعیت شدیدیم که یخچال داره و تلویزیون داره و یک مثلا گفته برادر ندارم دو تا برادر شیشتگی بوده یا گفته پدر ندارم پدرش بوده و او لازم ما همونجا کمک شما را نخواستیم که بدر بره خواستیم که برای یک هموطن دیگه برسانیم به می لحاظ فعلا که شما خودتان همی 5-6 برنامه ای که نشر شد کمنتار کل دوستا میتونن خوانده کمنتار برای کلگی باز است نظریات شما قابل قدر از بر ما اگر کمنت کردین اگر پیام روان کردین و این حق شما است
و ما را مسئولیت دادین، ما مسئولیت خود باید در قبال از این موضوع ادا کنیم. اگر شفاخانه است، اگر خانه گرفتن است، اگر مثلا ما با اوش کار نداریم، بیا مال شوهر خانم هستن، یکی که زندگی قبلیشان چی بوده. ما خاص از خاطر دی نظری صاحب، خاص از خاطر بشر انسان است، با سیاست است. بلکل. ما اگر هر کاری را میکنیم از کمک‌های شما میریم اونجا برش، از خاطر زی میکنیم که یک خیر ما بزو از شما و از ما برسه. بلکل بلکل. دیگه ما ای که زن شوهر هستن، چی رقم شده چی رقم نشده، صحیح سوال های شما هست، ما او را پرسان میکنیم، چون همین وظیفه ماست. بلکل. که حداقل پرسان کنیم دیگه چی رقم شدن چی رقم نشدن، چون اموجا ما گیت شدیم که چندین رقم موضوع گفت که این طرح این طرح این بخی کاملا ندیده فراموش کردیم که چی شد چیش میشه. داخلش هم باز مشک داشتم، من گفتم این نخواد خانمش باشه. بلکل مذاق یا شوخی کده باشه کده ما. خب پیش میریم، حال زندگی خود از این دختر خانم بر ما مهم است که اگر صحتمند شد و در پالوی از او این دو تا طفلش حداقل اگه یا مثلا ذهنشان خراب است در اون محیط در اون منطقه، اگر این طفلا از این رشد کنه و کلان شوه، به نظر ما که تا جایی که ما یکان کتاب های روانشناسی را مطالعه کردیم و استادمون استاد جمشید رسا بوده که غیابی ما یکان چیزایش خواندیم در فیسبوک و در یکان سایت ها که موارد خود انداخته، فقط از لحاظ از این میگم که حداقل اگر این دختر و این کاکا عبدالله مثلا اتی یک زندگی داشته، طفلایش باید در اتی یک زندگی نباشن، در اتی یک حالت نباشن، یک جایی که چی رقم زندگی فامیل داشته باشه، اما تو طفلش هم رشد میگه. میگه کده ما بیشینی ما بیشی، کده دیگ بیشینی سیاه میشی، سیاه میشی، اونم اون رقم یک گفت. این حالا که من در اگان آشپزی یاد دست میزنم، یک وقت سعی میکرم کالا را که مکمل کل جای سیاه شده، به خاطر اینکه ما کده دیگ بودیم نه؟ و تصاویر مختلف پیش ما هست از خود آقا عبدالله، از جوانیش، عکسش، تصویرش که در محفل دوستا یک شانه پرانک رفته و دو تامشیرش که فکر میکنم یکیش در استرالیا خواد بود و یکیش در جرمنی خواد بود که نمیفهمم شیرش هست یا هر کسی که هست، به مجرد که داستان قصه شد و نشر شد یکیش یکمک جدی برخوردم کرد که او را باز صدا و تصویر و یایش ما داریم، در صورت امکان باز میتونیم نشر کنیم، در غیر از او پیش ما سیف میباشه. و خواهر دیگه شان خدا خیرش بده یک 11500 افغانی را برای خود ما شخصا روان کرد که ایرد بامیان کرای اتاق کل غذا و یا کنن. ما تشکری میکنیم از اونا. فقط هدف ما ای بوده که ما بریم به کمک از این خانواده و کمک شام کردیم که شما دیدین که مکمل خانه را برش رنگ روغن کردیم، یک روز مکمل فرش و سر برش گرفتیم، چیزای کمی و کاستی که داشت بوده بامیان نبود امکاناتش در کابل است. اما قرار ما بسیار به سختی پیدا کردیم، چون یکی خود نابلد بودیم دیگر، گفتیم یک کمش هم اگر ما حیات بتانیم که ذهنیت زی تغییر بکنه، از خاطر انسانیت کمی ذهنی زی تغییر بکنه و ببینیم که امی حالت زی و واقعا چی رقم از این نتیجه بندی ساخته دیگر ساخته، چون ذهن ما که چیزی شما فکر میکردین اونمو در ذهن ما بود که چی رقم در این حالت. باز دیگر اگر دیگر بسیار جالب از خود شهرک گفتی، در کل شهرک دو فامیل بود. خب کل شهرک نو خانه داشت، نو خانه داشت، دو فامیل بود که هر دو فامیل شما کمک کردیم، یکی امیکا کامدولا بود و یکی همسایش بود که وام معلول بود. معلول بود. بله. دیگه از اون موضوع قیمتش که خبر شدیم بیخی جگرخون شدیم، یعنی یک جایی بود که جگرخونی سر به سر میامد. سر من میفهم که امو هشت اتاق یا هشت خانه که جور کردن $50,000 بوده یا یک دانش $50,000 گرفتن و به ما معلوم نیست، من تا همون کسایی که اونجا قصه کردن همه تا یک چیز گفتن، گفتم یک اتاق زیر $50,000 مصرف شده، مصرف کرده و طلب هم داره اگر کسی میخواه. مثلا که خود کاکا عبدالله میگفت که من این جای با اگر شب به نام ما شوه یا میتونه زندگی کنه، اگر کسی میخواه زندگی کنه یک ستگک داره که قیمتش اگر میپردازی از این جای اونم قبول باید پارتی باشی، اگر داشته باشی برو پناهش بخدا، اگر داشته باشی چه دست چاره نه
و در فولی عزیز دوستا عزیز از شهر بامیان بسیار زیاد دور بود و روز بعدی که ما وسایل بردیم به اونجا یعنی فکر کنین که از اینجا تا میدان شهر چیزی کم باید بری یک ساعت یا 45 دقیقه راه است که باید بری تا به اون شهرک برسی که از شهر به حد دور است و اونم یک یا دو دکانی که همونجا موجود بود دیگه تو چیز نبود. آله بازم میگم که شما نظریاتتان صدایتان را در واتساپ روان کنین، تصویری اگر صحبت میکنین، چند دوست ما تصویری پیام دادن از ترکیه و بعضی جای دیگه نظر نیک دادن، دیگه دوستان باید نظر بتن. آله ما به خاطر از این حاضر شدیم که این برنامه را ادامه بتیم نتیم تا کجا پیش بریم. نظریات شما قابل قدر است، او یکی خود کومن می نویسین، یکی در واتساپ برای ما پیام کنین که ما می خواهیم اینی موضوع را پیشا کنیم. و دوستایی که پول حوالا میکنن من خواهش میکنم از پیششان که به حد زنگ می خیر ما رو درک کنین، نصف روز در برنامه، نصف روز در ادیت برنامه، نصف روز در ثبت برنامه و نصف روز هم در جواب دادن تلفن های شما تا 2 بجه شب و 3 بجه شب، چون اونجا روز میشه اینجا وقت داره اینجا دیگه شب میشه. به اون خاطر همو پیامی که من متن نوشته کردیم که از کجا چی رقم باید پول شما روان کنین، امور یک بار مطالعه کنین، بعد از او اگر کدام مشکل داشتین که تا صدای تانبانین که اینی مشکل ما داریم نمیتونیم که از این طریق بر شما پول حواله کنیم. خیلی ببینیم یک گپی که گلایتان که پتا ما میرسه افغانستان است، مشکل خود دارد گرفتن پول از هر مرجعی ها، از بانک باشه یا صرافی باشه، از هر جا که ما پول میگیریم خیلی مشکل است. در این شرایط خیلی مشکل است. یک روز را بندی، یک روز انتار، یک روز انفجار، یک روز روز استقلال، یک روز روز زن، یک روز روز همیال که همی چی در گرفته بود، همی چند گمرک که در گرفته بود، یعنی کل جان خیسته بود، گمرک موترهای گمرکی بند بود، صرافی بند بود، کل جیت بند بود، اولای مردم کلش تقریبا یک هفته یک نیم دو هفته مانده. خود دوستان پول روان کردین، ما برتان پس پیام کردیم، پولتان ما دریافت کردیم، شما منتظر باشین. ما مطابق پلان خود انشالله همین پولای شما را برای متانهای نیازمند ما میرسانیم. اترام نمیشه که ما پول شما را بگیریم در روی سرک برای یک کس بتیم. ما تحقیق خود میکنیم، چون یک مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست که ما به درستی به شکل اساسش کسی که نیازمند واقعی است بر از او پول شما را برسانیم. باز هم آمدیم سر از این که سوالات زیاده است که ما باید جدا از کاکا عبدالله در یک برنامه بپرسیم، ما یک سوالات زیاده است که از خانم طایره یوسفی جداگانه بپرسیم. این که ما چند سوال جداگانه از خود خانم طایره در وقت آخر پرسیدیم به این معنا بود که خودش اشاره کرد که اگر ما مثلا بعضی موضوعات بگویم کاکا عبدالله قار نشه یا مثلا سر ما چشم نکشه، با اون خاطر چند سوالی که وام در مورد زندگیش بود ما از پیش پرسیدیم که دوستا تماشا کردن. دیدن هست ما همونجا همون کاکا عبدالله همونجا حضور دارم، کاکا عبدالله هم در پشت کمره بود، در پشت کمره بود و همونجا ما... متفلک گرفته بود، بود حاضر بود و هم بود کدام در او چیزای را ما از خاطر زیست هم سور نکردیم که بر ما خیلی دردآور بود. بلکل این موضوع خیلی دردآور بود که تا بالا ما گیج کننده هستیم، گیج هستیم که چی رقم مازی سوال کنیم و چی خواد گفت چی نخواد گفت. بسیاری از سوال های شما را ما نوشته کردیم گرفتیم که سوال کنیم چی جواب خواد داد. بله دیگه اون موضوع هم اوجا خودش حاضر بود، یک چند سوال شخصی خودش که داشت بله. ما بیخی تامسور نکردیم اما تو خب سوال هایی که بسیار امت درشت است که امتان ها سوال کردن، واقعیت برای ما هم جالب بود که در ذهن ما هم خطور نکده بود که دوستان در گروپ شعر ساختیم. یک سوالی بوده که اگر این مثلا خرد بوده چرا به فرزندیت نگرفتیش، دیگه سوالی بوده که تو با او خانواده با او خانم چی گونه معرفی شدی و فعلا که تو 10 سال در زندان تیر کردی فامیل قبلی تو کجا هست؟ نه 10 سال زندانت از خاطر چی بودن؟ 10 سال زندانت از خاطر چی بوده؟ این سوال مردم است، ما نمیکنیم. اگر ما میکردیم همونجا این سوال میکردیم، از لحاظ چیش دوستا همی سوال کردن چیزی که سوال ها سال که جوابایی که اگر گذر مثلا 50 سال هم خدای نخواسته در زندان بره، حداقل خانمش پشت زندان یک دفعه خبرش میگیره
یک بچهش یک دخترش اتر نمیشه که به خاطر 10 سال زندان تمام فامیل فراموشش کنه برای فراموشش کنه. خب اگر او رقمم شده باشه باید شاید خودش جواب بده. بله. سوال اینه که دوستا کردن ما باید مستقیم از کاکا عبدالله در منجا بریم بپرسیم در قالب یک برنامه کسایی که مثلا از خانم طایره سوال کردن، کسایی که گفتنیایی دارن در یک برنامه خاص ما او را صدایش را پیامایش را بر شما به نشر میرسانیم. کومنتار خودتان میخوانین دیگه او دسترسی کلتان داره. اونجا که کسایی که سوال کردن و جواب کردن او را خود و کسایی که با ما در واتساپ پیام ماندن بله صوتی اونو سوالا را ما کل شا گرفتیم، بعضی سوالا را از می خود جایی که کردن هم گرفتیم. بله که سوالای کردن که ازش پرسان شوا باید ما پرسان میکنیم، خدا کنه که جواب دقیق دقیق راز راز بده باز ما را گیج نکنه. و دوستای شما پیدا کردیم که یکی در ایران است و یکی در خود کابل است و بعض کسایی که در خارج هستن که گفتم شاید خواهرایش باشه و هم یک کسی که عکس هم خواهرشم که چند وقت پیش در امریکا میگه زندگی خود از دست داده او رو برای ما روان کردن، یعنی سر از این آدم هم درد زیاد بوده و ای که در این 5 سال چیگونه با این خانم طایره سپری کرده یا جواب است که شما باید برش پاسخ بتین. و بسیار سخت آمد یه بارتان بگویم که ما از نزدیک که دیدیم، یعنی ما یک روز مکمل بودیم اونجا و دیگر روز هم نیم روز. بله که ما اونجا بودیم خیلی سخت است، یعنی که دو اونجا شب و روز تیر کردن، طفل کلان کردن، شیر دادن، تا شیر طفل خود خودش میداد دیگه میکرد. بلکل اینه که چه تو این قبول کرده پذیرفته یه هم معلوم نیست که این چی رقم گفت سر چه پرسان میکردیم یک چیزای تا بالا میشه. این بار ما میریم هم داستان او بار ما سر به خاطر کمک رفته بودیم، این که ادامه که داستان نتونستیم سوالایی که باید شوه پرسان شوه. این بار میریم که قناعت شما حاصل شوه، قناعت شما حاصل شوه، حق به حقدار برسه و حال این خود زن شوه هستن. فعلا بر ما ممی تیم 10 نفری یا 12 نفری که هستیم یگانه چیزی که مهم از صحت خانم طایره دو تا طفلش که اندیش جور شوه و همچنان از آقا عبدالله اگر میخواه که ایره من حیث خانم خود بایش زندگی رو ادامه بده طفلاش کلان شوه، تقاضای مامی است که ما امو زمینه را به کمک هموطنها در اینجا برش فراهم کنیم، همینجا بیا داخل اجتماع شوه تا ای که تو روحان هم خوب شوه، یک زندگی خوب هم داشته باشه، اطفال جام بمو رقمی که خودش فهمیده است کوتاه بگویم امو رقم کلان شد. بالکل بالکل و خودش هم صحتیاب شد، تفلاش به مکتب و کودکستان بره و در پالوی از این که آقا عبدالله گفت که اگر ما بیرون برم یک خانم مثلا برای کدام طرف بر از اوش ما پلان گرفتیم که اگر شو یک جای بگیریم یک کس را از این جمع کسایی که ما کمک رسانی کردیم کدام خانم زیرک باشه که ما در کنار از یه همسایه بشانیم که از یه مواظبت کنه. پلان های زیاد هست، ما خواستیم با شما شریک بسازیم که آیا اگر ما اینجا خانه بگیریم در پالیش یک کس پرستارش باشه که زندگی از ادامه کنه تا که طفلکایش کلان بشه و در پالوی از که اگر دواخانه است، اگر شفاخانه است، مثلا اگر بستر میشه، هر چیزی که میشه یک کس باید باشه در پالوی از دختر خانم. صرف به همین خاطر حاضر شدیم. نظریاتتان بازم میگم در وایس مسیج در واتساپ روان کنین، تصویری روان کنین، چی خرد هستین، چی کلان هستین، چی زن هستین، چی مرد، چی پیر، جوان، نظر تمامتان بر ما قابل قدر است. ما منتظر این نظریات شما هستیم که باز ما بخیر رخت سفر ببندیم و بریم باز بخیر پیش خانم طایره. این بار گفته بود که اگه آمدین باز یک سیر تخم هم براتان پخته میکنم. خدا کنه که جور شده باشه، یک کمک تغییرات دیگه هم داشته آمده باشه. اما آقا عبدالله که تماس گرفت گفت که تا فعلا هم منتظر همیست که سالگرد تولد ما چطور میشه. میایم سالگرد تولد چون میگیریم خیره او رو بخیر باز میاره میشه اینجا باز یک برنامه ویژه دیگه داریم با دوره سیف باشه سر صدق قبایم که بچه یا اوجا گرفتیم یا ایجا گرفتیم حتما شما میبینیم، حتما شما میبینیم، منتظر باشه در او باره چی میکنیم ما میبینیم. این نظر دیگه، نظریات، سوالات، هر چیزی که دارین شما با ما بفرستین که او را ما از این سوال کنیم. بله بله و تشکری میکنم تا ایده ما را همراهی کردین، همکاری کردین
بعد از نشر برنامه حتما پیامایتان روان کنین، ما منتظر هستیم. فقط نامتان، تخلصتان، کشورتان بر ما بگوین و هر نظری که داشتین ما مثبت یک طرف میکنیم، منفی دیگه طرف باز براتون نشر میکنیم. قضاوت آخر به دست شما، یکی منفی است یکی مثبت است. اینال دیگه نمیفهم که منفی زیاد میشه مثبت زیاد میشه. ماردیش هم میگیریم با. ما ماردیت نیاز داریم. حتی یک چیز دیگه جالب که استانک زیاد شد باز در جمع از امو صدا ها، صدا امو جوانه که قدر عکس فامیلیش نسبتا هست که حاضر شده در ترکیه هست، نمیفهم یا در ایران است که حاضر شده، میگه اگه آقا عبدالله که دو سه بار در برنامه تکرار میکنه که من طلاق تمیتم برو یک جای دیگه زندگی کو، امو را ما نشر میکنیم ببینین که یک جوان حاضر شده که 19 سال میگه سنم است، ما حاضر هستم به خاطر خدا و به خاطر نمی تکلیفی که دارم این دخترک ازدواج کنم، ازدواج کنم و فامیلش هم رضایت نشان داده. حتی برای من البته خیلی از همه تو دل کل اگی توخته، خب هر انسانی که بوده وقتی ما خدا نتانستیم گرفته همو همو مسلک ما کامره بود، همو مسلک ما گپ زدن بود، همو جا نتانستیم گپ بزنیم، همو جا نتانستیم صحیح تصویر بگیریم، همه چیز از ما رفت، گیج کننده شدیم، همه گی همه تو میشه شد و همه تو یک احساس بارش پیدا شد با کل فامیلش، البته کل فامیلش راضی بود که بلکل صدای کلشان همه دارم و حتی مرا گفت که فامیلی اگر تصویر میگن که از مادرم و کل گیره برت روان کنم تم نه ضرور نیست، ما این برنامه را ادامه میتیم. دوستا عزیز، ما کمک خود رساندیم، خانه را برش تغییر دادیم، بعد از اینکه نشر شد و این برنامه گسترش پیدا کرد ما ناگزیر شدیم که گپ شما را در زمین نندازیم، دوباره این برنامه را تا سرمنشی آخرش ادامه بدیم. با کمک و همکاری شما دیگه ما منتظر هستیم که شما چی نظریات دارین و داخل اگر کدام پیام خاص داری میشه که برای دوستا تقدیم کنیم و از خداحافظی بگیریم. پیام ما اینمی هست که نظر بتن و ما از نظر زیاد استفاده کنیم. بله. تا قناعت اینا محصل شوان و قناعت ما محصل شوان، اگر سوال های ما خودمون داریم شخصی که پرسان کنیم. بلکل همین مسئولیت پذیر ما هم هستیم. بلکل فقط خواستیم کمک شما رو در اون منطقه برسانیم که سر خوردیم که تو یک فامیلی که هر گپش گیج کننده بود، هر صحبتش غم انگیز بود و خود زمین دختره که هر لحظه می دیدی دل آدم بلکل یک رقم دیگه می شد که این چی رقم زندگی، این چی رقم انسانیت هست، این چی رقم بشر هست و اون جایی که بسیار جای بود که دشت از دیگه خلاص برات بگویم، وای تو یک دختر در دشت خیلی سخت بود دیگه. بالکل ما دیگه چیزی گفتنی ندارم دیگه، خدا کنه که همگی تان جور و تیار و صحت مند باشین، در جای دنیا که باشین ما را فراموش نکنین، پیامتان را روان کنین، برنامه ما را ببینین، لایک و سابسکرایب و کامنت یا بر ما مهم است و همچنان صفحه که دیگه ما هم از برنامه سردار نظری کمدین که دوام یکان چیز کار را بر شما نشر میکنیم، دوام حمایت شما را ضرورت داریم. دیگه ای بود برنامه ای هفته یا امروز دیگه ما خود برنامه ای هفته یکی ها مخته شدیم، البته یک برنامه بود که ما خود ما کمک نمی برنامه هایی که میسازیم میشینیم صحبت میکنیم با هم دوستا یک جمع نظریات دیگه، خواستم نظریات و پیشنهادات شما رو هم داشته باشیم که خیلی ما را کمک کنن که تا اوجا میریم اوجا خیلی یک جای البته رفتنش آمدنش همه چیزش دیگه شما خودتان میفهمین که مشکلات هست چی مشکلات هست، تا اوجا که میریم همه تو میگه چی میگه پر بریم نی؟ بلکل بلکل که هم بتانیم قناعت شما را اوجا حاصل بتانیم، هم خود قناعت بتیم، همین وجدان خودم قناعت بتیم که بیاده ما رفتیم همین جا کمک کردیم، همین مردش خوبیش بود، این خانم خوب بود یا این بد بود، او بد بود، بلکل بلکل اینمی کلش روشن شوه. بله بله و هم خواست شما بودم، ما از پیش خود همه چیز کمک دوستا بود رساندیم، بعد از شما رو شما ما را مجبور ساختیم که ما این ادامه بدیم، ادامه و چندین بار بریم، یعنی دو روز هم که ما رفتیم بله. با ما گفته شما رفتیم بله و شمال هم زیاد تا دوستان هم در پستر زیاد جمع جوش از اون طرف هم ماشینک چالان شده چرخ داده میره کلگی رگنگ سگل کده
بعد صورتش بازم تشکری میکنیم از پارک زیبای شهر که آمد آمده سال نو و آمادگی گرفتن به خاطر تفریح. و یک روز شما شاید از این خواد بودن که طایره جان که تفلکایش همینجا قدم خواد زد و یکان تفریح خواد داشت و در پلوی از این باز یک دو تا کارشناس مسائل روانی را مقدر خود خواد داشتیم که هم باز یکان سوال ها از این زوج داره دیگه همه ترسنی با دکمیز گرد و خیر ستانک زی صاحب گرداندی از این برنامه که بازوره و خیر پیش ببرم خدا خواسته بود باز پیش بریم. کی باز میشینه؟ ستانکزای صاحب میشینه؟ ستانکزای صاحب میشینه؟ نه ستانکزای صاحب از من که دخون تر است انشاءالله از طرز گفتن و ما خامو تو کردکی و کمیدی استیم در هر گپ ما که خنده نباشه اگه غم‌انگیز هم باشیم هم گریان هم هم یک ما که زیاد خنده هم کنیم گریان میگیرم اوله بود رقم استیم. تشکری میکنیم از تمام همکارای ما که دو هفته متواتر شب و روز کده ما زحمت کشیدن، نه شب رو دیدن نه روز دیدن و فعلا آمدیم کابل که یک دو برنامه اینجا داشتیم نیمه مانده بود که یک افتتای بمبه بود که هنوز همکارش نیمه مانده، از همکارا تقاضا کردیم که مور افتتاح کنن و یک سر بزنیم به دوستای دیگه ما که او رو باز انشالله برشان میگیم کیا است که برنامهش نیم کلم مانده او رو ببینن. تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان هر جای باشین، پیروز کامگار سربلند باشین، شما ما را حمایت کنین، برنامه ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت روان کنین، یک بار ببینین حتما در هر برنامه ما یک راز یک موضوع هست، هیچ برنامه ما بدون پلان و بدون موضوع نیست. خداوند یار مددگارتان بسیار با سختی بسیار با مشکل ما ثبت میکنیم، ما تواهی ثبت نمیکنیم که بریم هم پول شما را در این سرک بتیم و بریم خلاص. بله بله، یعنی خوب تحقیق میکنیم، تیم است، از کل تیم ما تشکری میکنیم، کسایی که پشت صحنه هستند شاید از ما کده بهتر اونا زمان میکشن، از همشان تشکری میکنیم که تو ما هستن. بله بله، نه امانت گذاری شما. بله خداوند یار مددگارتان، زنده باد افغانستان، سربلند و پیروز و کامگار باشین. تشکری میکنم از شما که تاییدم با این حوصله‌مندی زیاد چینل های موبایل تان را تغییر ندادین و تلویزیون های تان را دیگه جای اطفال عزیز شما را هم زیاد دوست داریم. بر شما انشاءالله بعد از یکان برنامه اگر کار خاص می داشته باشیم یک بار سبحان جان سر پای شب و بخیر خدا حافظتان. بای بای. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قرب. Thank you.